سلام، من یاسر جیان هستم از شرکت فنافزار. این هم شماره چهارم از سری ویدیوهای آموزشی در مورد مدل شبکه، مدل پروگرامینگ بازی‌های شبکه ریل تایم هست. در مورد مدل اتوریتیتیو و مدل لاک استپ، دهرمونیستیک لاک استپ صحبت کردم. در مورد دترمینیزم و منابع و جاهایی که ازش نان دترمینیزم اضافه میشه برنامه‌مون و روش یه کمی در مورد روش مقابله باهاش صحبت کردم. الان میخوام بکنم وارد بحث ایمپلیمنتیشن بشم یا بحث لو لول تر و در مورد تی سی پی و یو دی پی صحبت کنم. در واقع در مورد ریلایبلیتی و نان ریلایبلیتی صحبت کنم، در مورد اینکه دیتا حتما باید برسه یا میتونه نرسه صحبت کنم. توی مدلایی که اینجا در موردش صحبت کردیم، من همه جا فرض کردم که دیتایی که میفرستم میرسه، که این رو نتورک اصلا یه فرض چیز نیست، یه فرضی نیست که بتونیم روش حساب کنیم اصلا. یعنی همیشه موضوع برعکسه، هر چیزی که من میفرستم باید فرض کنم که نمیرسه، یا درست نمیرسه، یا به ترتیب نمیرسه، و فقط با تلاش بسیار زیاده که حالا یا من یا تلاش من یا تلاش اونایی که لایه‌های زیر منم نتورک استک رو پیاده کردن یا هر چی هستش، که این دیتا ممکنه برسه به طرف مقابل. اینا رو فرض کنم که فرض اصل اولا باید این باشه که دیتا نمیرسه به طرف مقابل، ولی این کاملا واسه ما نابود کننده است، چون من اینپوتمو میفرستم، تیر زدم میفرستم برای طرف مقابلم که برای هستم مثلا توی مدلی که هست داریم، و اگه نرسه یعنی تیر منم در واقع اتفاق نیفتاده، چون هست منه که تصمیم میگیره که در واقع تیر زدن من اصلا اتفاق نیفتاده، هست من تصمیم میگیره که چی شلیک شد، کی مرد، کی خورد، چی شد، کجا رفت، هر چی. پس معمولا من دارم به صورت ایمپلیسیت، به صورت ضمنی روی این موضوع حساب میکنم که دیتایی که میفرستم میرسه اون طرف. حالا ممکنه دیر زود برسه ولی حتما میرسه. چیزایی که من باید در نظر بگیرم وقتی در مورد پروتکل فکر میکنم، پروتکل نتورک، بحث ریلایبلیتی هست، اینکه میرسه یا نمیرسه. بحث اوردرینگ هست، لیتنسی هست، اینتراکشن، پکت های من با هم هست، مسیج سایز هست، اوورهد پروتکل هست، و مسئله از این دست. یه پروتکلی که خب خیلی طبیعتاً روی اینترنت برای کامیونیکیشن استفاده میشه پروتکل TCP، ترانسمیشن کنترل پروتکل، که عملاً در واقع ورکورس تمام اینترنت و از وب گرفته تا فایل ترانسفر همشون روی این TCP اتفاق میافتن. حتی چه میدونم چیزایی مثل چت، اینا خیلیاشون روی TCP دارن اتفاق میافتن. تنها چیزایی که روی UDP شاید وایس چت که هنوز روی UDP یا ویدیو به هر حال چت و DNS لوکاپی که روی UDP تا میگم میدونم و بازی ها هستن. و حالا اینکه چرا بازی روی UDP ان در موردش صحبت میکنم. TCP خاصیت های خوب زیادی داره، مثلا اینکه ریلایبل و اوردر. هر چیزی که من تو TCP میفرستم با استفاده از پروتکل TCP میفرستم اون طرف، هر بایتی که میفرستم اون طرف حتما میرسه، مگر اینکه ارتباط بین ما کاملا قطع شه، که خب این اتفاقا تو اینترنت مخصوصا تو ایران زیاد میفته که ارتباط من با سرور قطع میشه و طرف مقابلم قطع میشه و دیتا کلا دیگه نمیرسه. ولی اگر ارتباطی وجود داشته باشه حتما این بایت ها اونور میرسن و درست میرسن. خیلی نکته مهمه. و اگر برسن به ترتیب میرسن. من بایت یک فرستادم بعد دو بعد سه، حتما اول یک میرسه بعد دو میرسه بعد سه میرسه، امکان نداره که اینو خارج از ترتیب برسن، یا یک نرسه و دو برسه و سه برسه و یک بعدم برسه یا اصلا نرسه، این اتفاق نمیفته. یعنی یا یک میرسه یا نمیرسه، و اگر یک نرسه قطعا دو سه هم دیگه در کار نخواهد بود، که این اتفاق خوبه. TCP یه پروتکل استریم اورینتد، یعنی اینکه دیتایی که من میفرستم همینجوری صورت استریم بایتی میره و دلیمیتری یا سپریتوری وجود نداره و من چیزی به اسم مسیج نمیفرستم رو TCP خام،
من یه استریمی از باید مثل فایل مون همجوری میفرستم دیتا. اگه میخوام اونجا یه سری مسیج یا چیزایی را از یه فیلدای را اصلا جدا کنم، باید خودم سپریتور بنشون بذارم، به طولش اول بنویسم، یه جور دیگه باید پروتکلم تصمیم بگیرم که یه جوری اینا را از هم جدا کنم. و ارتباط و در واقع کارسپاندنسی تناظری بین مقدار دیتا که من میفرستم با مقدار دیتا که اون بر میگیرم وجود نداره. اگه من 100 تا یه بایت این طرف میفرستم و اونور بخونم کانکشنمو، اگر همین 100 بایت رسیده باشه حتما اون 100 بایت اون طرف میخونه و هیچ دلیل نداره چون 100 تا یه بایت فرستادم اونورم 100 تا یه بایت بخونه، هر جوری بخواد میتونه بخونه و دیتا فقط بایتاش مهمه، چند بایت رسیده اون طرف. TCP یه سری خاصیت های بدم داره، مثلا اینکه به خاطر یه خاصیت خوبه، آها یه خاصیت خوبه دیگه که TCP داره ریت کنترل هست، حالا اسمای مختلفی داره ولی ریت کنترل من استفاده میکنه. یعنی اینکه اگه من دارم خیلی من کانکشنم خیلی خوبه و یه بحث در مورد نتورک داریم صحبت میکنیم دیگه، یه نتورک پکت سویچینگ داریم صحبت میکنیم، اینکه من پکت دیتا رو میدم به اون یکی، اون میده به بعدی، اون میده به بعدی، اون میده به بعدی تا برسه به تارگتم، به دستینیشنم، به مقصدم، مقصد اون دیتا. و این وسط اگه یکی از اینا بندویتش کم باشه، تی سی پی خودش یه مکانیزمایی داره که سرعت فرستادنش رو کم کنه و اون لینک رو اورلود نکنه و این اتفاقای خوبیه که توی کار جدی رو نتورک به این موضوع هم خیلی برخورد می‌کنیم و این یه فیچر خیلی خوبیه که تی سی پی داره. خاصیت بد تی سی پی یکیش همین بحث اوردرد بودنشه. بعضی وقتا من نمی‌خوام که دیتاهای من جلوی همدیگه رو بگیرن. من دارم مثلا توی گیم هم یه دونه کانکشن تی سی پی باز کردم و همین دو تا یوزر دارن با هم چت میکنن، مثلا تکست چت میتونن بر هم دیگه چه میدونم سلام و احوالپرسی بفرستن، همم میتونن همم دیتا واقعا گیمم پوزیشن ابجکتامو دارم روی این تی سی پی میفرستن. و اگر اون وسط یه چتی بفرستم با اینکه اصلا دیتا مهم نیست و اصلا مهم نیست که دیر برسه یا زود برسه، ولی دیتا چتمو بفرستم، امکان نداره تو اون دیتا به دست طرف مقابلم نرسیده این پوزیشن رو رد چند بره، امکان نداره. یعنی تی سی پی حتما اوردرده، مگر اینکه بیشتر از یک کانکشن تی سی پی باز کنم، که وقتی بیشتر از یک کانکشن تی سی پی باز میکنم اون زیر اتفاقی که میفته که اینتراکشن بین پکت ها ممکنه حتی باعث بشه که یه اثر منفی میذاره، لزوما اثرش مستقیم نیست که یک کانکشن دیگه تی سی پی جلوی دیتا یک کانکشن دیگه رو بگیره، ولی به هر حال یه اثری رو هم دیگه داره متاسفانه، اینتراکشن پیچیده دیتا هم داره. TCP یه خاصیت دیگه داره که کانکشن اورینتد، که این لزوما مثبت نیست. مثلا اگر رو موبایل یه کانکشن TCP باز کنم و کسی که موبایل دستشه بره سوار آسانسور شه، کانکشن TCP احتمالاً دراپ میشه، با اینکه ممکنه تو اون فاصله من هیچ دیتایی نمیخواستم بفرستم، مثلا هر یه دقیقه دارم یه دیتایی میفرستم، ولی اون فاصله که طرف تو آسانسوره کانکشنش احتمالاً کامل قطع میشه، باید دوباره کانکشن استابلیش کنم و همه چی ریسیت میشه و یه عالمه اتفاق بعد میفته. پس کانکشن اورینتد بودن از نوع تی سی پی لزوماً برای ما خوب نیست، هرچند باز اتفاق بدی هم نیست، بعضی وقت بعضی چیزاش مثبت. این اوردرینگش، اون اتفاق بعدی که در مورد اوردرینگ میفته بهش میگن هد اف لاین بلاکینگ. هد اف لاین بلاکینگ وقتی که من چند جور اطلاعاتو دارم روی یک کانکشن تی سی پی یا یک کانکشن کلا توی پروتکل کانکشن اورینتد ریلایبل میفرستم، اوردر میفرستم، اطلاعات قبلی اطلاعات بعدی رو بلاک میکنن و تا اونو نرسن یکی نمیتونه برسه. حالا یه همچین پروتکلی خب زیاد نداریم مثال ازش، تی سی پی تنها مثالی که بزنه من میرسه و خب برام به دلایل مختلف تی سی پی کانکشن نسبتاً های لیتنسی، حالا من میگم های لیتنسی به خاطر همین مسئله مثل ریت کنترل، مثل یه ویندو سایز داخلی داره که سایز ویندو رو منیج میکنه میره برمیگرده و یه اوورهد داره که یه کمی بیشتر از مثلا پروتکل مثل یو دی پی بذار هر پکتی که میفرسته، چون این دیتا بالاخره اون زیر تبدیل پکت های آی پی میشن و میرن. لیتنسی متوسط هر بایت رسیدن از این ور به اون ور توی تی سی پی نسبتاً بالاست به نسبت پروتکل مثل یو دی پی که دارم صحبت کنم. یه چیز دیگه هم هست اینه که تی سی پی چون یه استریمو داره میفرسته و اصلا یه کار دیگه دیزاین شده، دوست نداره بایت های کم بفرسته، یه بایت دو بایت نمیخواد بفرسته، با اینکه اون یه بایت دو بایت ممکنه برای ما خیلی حیاتی باشه. من اون یه بایتی که دارم میفرستم اینه که من دارم به تیر میزنم و این خیلی حیاتیه که سریع ترین حالت ممکن برسه، ولی تی سی پی ممکنه یه بایت رو نفرسته و یه جایی اینو
بافر کنه تا مثلا یه زمانی بگذره یا مقدار زیادی بایت فراهم بشه تا شروع کنه بفرسته، برای اینکه تی سی پی برای همچین کاری دیزاین شده. این یه الگوریتمی داره بهش میگن نیگلز الگوریتم. نیگلو میکنم اینجوری میبینم نیگلز الگوریتم، چیز خاصی نیست، معنی همینه که دیتا وقتی کمه رو من پیاده سازی تی سی پی بافر میکنه که تا یه زمانی بگذره یا یه حجم دیتا جمع بشه بعد بفرسته. معمولا مثلا 200 میلی ثانیه یا بگذره، بستگی داره که خودت ایمپلیمنتیشن و فیچرام پارامترامون رو چجوری ست کردیم. هرچند این نگز الگوریتم میشه دیسیبل هم کرد، یعنی من میتونم نگز الگوریتم مثلا نداشته باشم تو تی سی پی، میتونم دیسیبلش کنم، ولی اون وقت اوورهد نسبتا بیشتر تی سی پی وارد قضیه میشه و وارد در واقع محاسبات من میشه و تو کار من تاثیر میذاره. معمولا تو بازی از تی سی پی استفاده نمیشه به خاطر اینکه تی سی پی فیچرهای به درخور زیاد داره مثل ریلایبلیتی، ولی فیچرهای بدم داره و چون اون فیچرهای بدش رو هیچ کاریش نمیشه کرد، معمولا نمیشه دیسیبلشون کرد، مجبوریم از فیچرهای خوبش چشم پوشی کنیم و یه پروتکل لو لول تری که فیچرهای خیلی کمتری داره استفاده کنیم به نام UDP. معمولا UDP استفاده میشه، User Datagram Protocol، که عملا هیچ گارانتی برای ما نداره. تنها گارانتی که UDP برای ما داره اینه که دیتایی که میفرستیم همون دیتا اگه برسه درست میرسه. اولا UDP مسیج اورینتد در مقابل استریم اورینتد، یعنی من از این ور اگه 30 بایت میفرستم این 30 بایت میشه یه مسیج و اون ورم وقتی یه بار یه رید انجام میده از کانکشنش همون 30 بایت رو میخونه. مگه 3 تا 30 بایت بفرستم اون با 3 تا رید انجام بده تا این 3 تا 30 بایت رو بخونه، یا 3 یه 30 بایت یه 20 بایت یه 12 بایت بفرستم اون 3 تا رید انجام بده 30 20 تا 12 رو میخونه و مرز بین این مسیج ها جابجا نمیشه. ولی از اون طرف دیگه UDP limited length تقریبا 64K در واقع در تئوری به 64K محدوده، یک کم کمتر، ولی در عمل ما حتما باید سایز مسیج های UDP رو به MTU مون که ماکسیمم ترانسمیشن یونیت محدود کنیم. حتما در مورد موضوع وارد جزئیات نمیخوام بشم، فقط بس یعنی این دلیلش اون روشی که IP پروتکل زیری میاد این پکت های یکم بزرگتر رو که از MTU بزرگتر رو فرگمنت میکنه و بعد اینا یکیشون اگه لاست بشه عملا کل مسیج ما لاست میشه. مثلا یه اتفاق احتمال دراپ شدن کل مسیج، اگه یه مسیج 10 تیکه بشه احتمال دراپ شدن کل مسیج 10 برابر میشه که خب معمولا قابل تحمل نیست، و ما اگه این مسیج دراپ بشه مجبوریم کل مسیج دوباره بفرستیم که همچنان احتمال دراپ شدنش 10 برابر یه مسیج کوچولو. یعنی مسیج های بزرگ خیلی احتمال دراپ شدنشون به اندازه طولشون به صورت خطی زیاد میشه که این معمولا قابل تحمل نیست. برای همین ما سایز مسیجامون رو معمولا باید به هم MTU که میتونید فرض کنید یه جایی بین 600 تا مثلا 1400 بایت محدود کنیم. 1400 بایت رو IPv4 IPv6 MTU یه مینیمومی داره یه ماکسیمومی داره یه عالم داستان داره و به تمام راوترهای بین راه بستگی داره. ممکنه MTU بین سرور A و B مثلا 1200 باشه ولی بین همون A و C مثلا 600 باشه یا 800 باشه. متاسفانه MTU یه چیزیه که یه داستان متاسفانه داریم. خلاصش اینه که هرچی پکت همونی کوچیکتر نگه داریم بهتر. توی UDP اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که یه مسیج اصلا نرسه. اتفاقی که میتونه بیفته اینه که مسیج بیشتر از یه بار برسه، هرچند این موضوع خیلی کمیابه و کم اتفاق میفته، ولی به هر حال ممکنه همون مسیجی که من یه بار فرستادمش ممکنه بیشتر از یه بار برسه به دست مقصد، و ممکنه که گفتم اصلا نرسه یا بیشتر از یه بار برسه یا اینکه out of order برسه. اینم اتفاق میفته بیشتر از اینکه دو بار برسه، ولی خب نسبتا کمتر از اینکه دراپ بشه. بیشتر اتفاقی که میفته اینه که مسیجای من دراپ میشن، بعدش مسیجای من out of order میرسن، بعدش یه مسیج من ممکنه duplicate بشه یا triplicate چند بار برسه. واقعا من فکر میکنم تا دیده باشم که مسیج بیشتر از دو بار برسه، ولی لزوما نمیتونم بگم همیشه هم حواسم به این موضوع بوده. نسبتا کمیاب این اتفاق مخصوصا این دو زمان. خلاصه که همین، ولی اگه این مسیجی برسه کامل میرسه، یعنی اگه من یه مسیج 10 کیلوبایت فرستادم یا 100 بایت فرستادم کل 100 بایت میرسه و درست هم میرسه. چکسامی وجود داره، چک میشه و اگر چکسامی درست نه، یعنی در ترانزیت تعویض کرده باشه دراپ میکنیم. اوکی، یعنی نگران این نباید باشیم که مثلا یه بیت من تصادفاً وسط راه
چیز باشه، صفر و یک باشه، تاگل باشه. TCP یه پروتکل کانکشن لسه، یعنی اینکه من کانکشن برقرار نمی‌کنم، واسه فلانی میفرستم دیتا، واسه این آی پی میفرستم. و اگه برم تو آسانسور یا برم تو تونل و ارتباطی با اینترنت نداشته باشم، هیچ اتفاق، یعنی اتفاق بعدی واسه پکت بعدی که وقتی کانکشن دوباره برقرار شد میفرستم نمیفته. اگه اون وقتی که ارتباطم با اینترنت کلا قطع بخوام دیتا بفرستم، خب طبیعتا دیتا نمیرسه به کسی. ولی وقتی دوباره از تونل میام بیرون یا از آسانسور میام بیرون، هیچ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، دوباره میتونم پکت یو دی پی بفرستم. که این میتونه این فیچرش خوبه، ولی اینکه کانکشن لس بعضی وقتا ممکنه مشکل برامون ایجاد کنه. ما خودمون باید منیج کنیم که به کیا وصلیم، یا این سوکته وقتی توش دیتا میفرستن به دست کی میرسه. اینو آدرس ها رو باید خودمون منیج کنیم. معمولا اورهد زیادی نیست برای یک گیم، ولی به هر حال یه چیزی که باید در نظر بگیریم. گفتم ریلایبیلیتی چون نداریم، مجبوریم تشخیص اینکه دیتای رسیده نرسیده رو خودمون هندل کنیم، که این کار به صورت کلاسیک با اکنالج هندل میشه. اکنالج میتونه. من یه پکتی میفرستم، شمارش هست 400، طرف هم من میگه خب 400 رو گرفتم. طبعا اتفاق خیلی بد اینجا میتونه بیفته. ممکنه اگه من اکنالج طرف رو نگیرم، همیشه باید به خودم فکر کنم که پکت من نرسید یا مسیج من بهش نرسیده یا اکنالج اون نرسیده. این هم یه مسئله مهمه که من اکنالج اونو باز، یعنی اونم همینطوره. اگه انتظار داشته باشم من اکنالج کنم، بعد یه مسئله کلاسیک پیش میاد به اسم دو ارتش. اگه خواستید در موردش تو کتابای شبکه میتونید بخونید. یه مسئله کلاسیکه. کاری که معمولا تو گیم میکنیم اینه که پکت ها رو یکی یکی سیکونس نمبر میزنیم و میفرستیم، 1 2 3 4 5 6 میفرستیم، و اون طرف هم پکت هایی که گرفته رو همیشه اکنالج میکنه. یعنی مثلا هر وقت برام میخواد دیتا بفرسته، به من میگه که خب راستی، چون خود اکنالج کوچیکه و صرف نمیکنه دیتا کوچیک بفرستیم، ولی هر وقت که میخواد دیتا بفرسته من میگه که راستی من 1 و 2 و 4 و 5 رو گرفتم. اینجوری من میفهمم که 3 رو نگرفته و 3 رو باید دوباره بفرستم براش. یا اگه من اون موقعی که میگم 5 رو گرفتم، من تا 12 واسش فرستادم، میفهمم که 6 تا 11 رو هیچ کدومو 6 تا 12 رو هیچ کدومو نگرفته و همه رو باید شاید دوباره بفرستم. میتونم یه تایم اوتی داشته باشم، مثلا فرض کنم که نیم ثانیه بعد بگذره تا مثلا فرض کنم دیتای از بین رفته اون وسط، برای همین اون پکتایی که قبل از نیم ثانیه پیش فرستادم و بعد دوباره بفرستم. این کارو خودم دستی باید انجام بدم. تی سی پی نار خودش منیج میکنه، این کارو من دستی باید انجام بدم. خیلی بد نیست دستی انجام بدم این کارو، به خاطر اینکه تایم اوت ها من خودم میتونم ست کنم، به خاطر اینکه تصمیم خودم میتونم بگیرم که کدوم دیتا فرستادنش لازمه، کدوم دیتا اصلا لازم نیست. این یه مسئله خیلی مهمه که تو گیممون باید دیتاهایی که حتما باید به دست طرف مقابل برسن رو از دیتاهایی که اگه حالا نرسن هم اشکالی نداره جدا کنیم. دیتاهای من کلن فرض کنیم من اسمشون میذارم ریلایبل و آنریلایبل دیتا، ولی واقعا دیتا که ریلایبل آنریلایبل نیست. این که من انتظار دارم این حتما برسه یا مهم نیست اگه نرسه، و این که میگم مهم نیست نرسه، باز خودش دو حالت داره. یا مهم نیستش که اصلا کاملا مهم نیست نرسه، یا اینکه اگه حالا این یکی نرسی بعدی اگه برسه اوکیه. فرض کنید، مثال براتون میزنم، فرض کنید من پوزیشن یه توپی رو دارم میفرستم و این کارو دارم 30 بار در ثانیه مرتب انجام میدم، و این پوزیشن توپه داره میره دیگه، از یه طرف به یه طرف دیگه میره، حالا به یه دلیل دارم میفرستم. اگر یکی از اینا از بین بره، یکی از اینا نرسه به دست طرف مقابلم، هیچ ارزشی نداره که من همون پوزیشن رو دوباره بفرستم، به خاطر اینکه تا اون موقع که من میفهمم که این نرسید، یکی از این پوزیشن ها 1 2 3 4 5 6 3 مثلا نرسید، 4 5 6 رو فرستادم و آخری فقط مهمه پوزیشن تو، فقط الانش مهمه، قبلیاش خیلی مهم نیستن. حالا به دلایلی باز ممکنه قبلیاش هم مهم باشن اگه دارم اکستراپولیت میکنم به هر چی، ولی معمولا توی همچین، یعنی همیشه میشه دیتا رو پیدا کرد تو گیم که فقط نسخه آخرش مهمه. بعضی دیتا مثلا که اصلا مهم نیست که برسن یا نرسن، مثلا اینکه چه میدونم من یه ایموت میکنم برای اون یکی، مثلا دارم بهش فوش میدم، مثلا یه علامتی هست تشکر میکنم، ولی مهم مثلا این برسه یا نرسه. معمولا برای اینم میشه مثلا یه سری دیتا هستن که اصلا مهم نیستن که برسن یا نرسن، هرچند کمتر. یه سری دیتا هستن ولی حتما باید برسن و ترتیبشون هم حتی مهمه. فرض کنیم که یه طرف یه آبجکت جدید تو گیم درست میکنه، یه تیر شلیک میشه، یه موشک شلیک میشه، و اون موشک آیدی داره، و اون آیدی من باید به اون طرف مقابلم بگم که یه موشک جدید تولید شد
و اینم آیدیشه و تایپش هم از اونجور موشکه و پوزیشن ابتداییش هم اینجاست. چون که تو فریمای بعدی میخوام پوزیشن موشکه رو واسش بفرستم. وقتی پوزیشن رو میخوام بفرستم باید بگم که همچین موشکیه، تایپش اینه. اونجا میتونم فقط آیدیشو بفرستم و اگه دستور ایجاد کردن این موشک حتما به طرف مقابلم رسیده باشم، مطمئن باشم که طرف مقابلم رسیده، با خیلی راحت من پوزیشناشو میفرستم. اون وقتی که پوزیشنا خیلی برام مهم نیست که اون وسط رو گم میشه، یعنی فقط آخرین پوزیشن مهمه، پوزیشن اخیر در واقع مهمه که برسه به دست طرف مقابلم. ولی اون یه دونه دستور ایجاد کردن یه موشک یا کم کردن از جونیور کاراکتر یا مردن یه نفر یا نمیدونم این جور چیزا حتما باید به طرف مقابلم برسه. پس اینا رو، اینا دیتاهای ریلایبلن، پوزیشن و اینا دیتاهایی که حالا آن ریلایبل یا نان ریلایبلن یا هر چی. گفتم دیتاهای ما ریلایبل آن ریلایبل نیست، رسیدنشه که آیا میخوایم روش حساب بکنیم یا نه. این مسئله است که مهمه که لزوما اصطلاح ریلایبل آن ریلایبل درست نیست، ولی به هر حال تو گیم حتما باید به این دو جور دیتا رو از هم جدا کنیم. دیتاهایی که رسیدنشون و ترتیبشون حتما مهمه، دیتاهایی که رسیدنشون خیلی مهم نیست یا ترتیبشون خیلی مهم نیست یا فقط آخرین ورژنشون مهمه. از این چند جور ما شاید مثلا 3 4 مدل 5 6 مدل دیتا داشته باشیم، دو سه تاش تو گیم ترکیب در واقع ضرب دکورتی این ترکیب، ولی تو گیم واقعا دیتاهایی که حتما میخوام از طرف مقابل برسن معمولا اوردرشون هم مهمه. معمولا حالا ما میتونیم تصور کنیم دیتایی که میخوام از طرف مقابل برسه ولی اوردرش خیلی مهم نیست، ولی معمولا اون اوردرشون مهمه. دیتایی که مهم نیست برام از طرف مقابل برسه معمولا دو دسته است، یا اوردرش مهمه یا اوردرش مهم نیست. اونی که اوردرش مهمه ولی رسیدنش خیلی مهم نیست معمولا اون دیتایی ان که آخرین نسخهش فقط باید دست طرف مقابل رسیده باشه، یا استیت، یعنی معمولا از جنس استیت ان و استیت رو می‌خوام سینکرونایز کنیم. اون دیتای ریلایبل نوع اول معمولا از جنس کامند ان، یه چیزی داریم میگیم که این کارو انجام بده، حتما اون باید اونور انجام بشه. یه همچین مدلی شاید ما رو به این نتیجه برسونه که من توی گیم من باید از مخلوط تی سی پی و دی پی استفاده کنم، ولی معمولا این کار خوبی نیست چون تی سی پی و دی پی هر دوشون میرن روی تبدیل میشن به پکت های آی پی و از و به صورت پکت های آی پی که قیافشون شبیه همه فرستاده میشن اون طرف و پکت و ترافیک تی سی پی مون ممکن رو ترافیک یو دی پی مون هم تاثیر بذاره و لیتنسیشو کم کنه. دقت کنید که یو دی پی در حالت عادی عملا لیتنسیش بهترین لیتنسی که ما میتونیم بگیریم، چون که UDP یه رپر خیلی باریکی روی IPه. عملا ما داریم پکت های IP خیلی خام میفرستیم، مخصوصا اگه پکت های UDP مون سایزشون رو منیج کنیم از MTU بزرگتر نباشه، کوچیک باشن پکت هامون، چند صد بایت اینا باشن، عملا داریم با IP میفرستیم و این دیگه یه پکت خام، یه جورای پکت خام داریم میفرستیم و عملا بهترین لیتنسی که میتونیم بگیریم. ولی وسط اینا اگه TCP هم بخوایم بفرستیم، اون ریسنت کردن TCP و پر کردن بافرا و نمیدونم مشغول کردن استک ممکنه و راوترهای وسط راه که همیشه سعی میکنن به TCP اولویت بالاتری بدن به خاطر اینکه کل ترافیک دنیا رو TCP، البته نمیگم همیشه، بعضی وقت سعی میکنن به TCP اولویت بالاتری بدن، ممکنه باعث بشه که پکت های UDP مون هم کنتر بشه. برای همین معمولا بازی جدی از مخلوطی از TCP و UDP استفاده نمیکنن، یا TCP صرفاً اگه کار میکنه براشون TCP، یا هم که مجبورن برن سراغ UDP و خودشون ریلایبلیتی رو UDP پیاده کنن با همون اکنالجی گفتم، که خب البته ماجرای واقعی خیلی پیچیده تر از این چیزی که من توضیح دادم. معمولاً اکنالجی که میفرستیم و سعی میکنیم یعنی هدرمون و اوورهدی که رو هر پکت میذاریم باید سعی کنیم که حداقل باشه. برای همین اکنالجی که میفرستیم مثلا تو تکنیکی استفاده میکنیم اینه که شماره آخرین پکتی که گرفتیم و سیکونس نامبر آخرین مسیجی که گرفتیم و خودش رو میفرستیم و قبل از اون هم مثلا 30 تا 32 تا مثلا مسیج قبلی رو هم فقط با یه بیت اکنالج میکنیم، به ذهن هر مسیجی که مثلا آخرین مسیجی که گرفتیم شماره 1100 بوده، 32 بیت دیگه هم میفرستیم از 1099 تا 1068 که 1068 که آره دیگه همجور 33 تا داریم اکنالج میکنیم که بیت یک یعنی این پکتو من دیدم، بیت صفر یعنی پکتو ندیدم و اون و اینجوری حتی اوور اکنالج هم میکنیم. معمولا یه چیزی که اکنالج کردیم ممکن دوباره هم اکنالج کنیم و هیچ مسئله خاصی نیست، یعنی با هر پکتی که داریم میفرستیم حتما اکنالج قبلی رو هم میفرستیم. این پروتکلمون این شکلیه که بازی پروتکلی که خوب کار میکنه تو گیم این شکلیه که ما حتما سر یه زمان مشخصی دیتا بفرستیم برای هم دیگه، حتی اگه حرفی هم برای گفتن نداریم فقط یه پکت خالی بفرستیم که اون اکنالج توشه، یعنی هر دوشون دارن هر دو طرف کانکشن یا هر هشت طرف کانکشن دارن برای هم دیگه پکت البته میفرستن. حالا در مورد دو طرف صحبت می‌کنیم چون بالاخره اینا پوینت تو پوینت فقط این دو طرف همیشه دارن در ثانیه مثلا 30 بار یا با یه نرخ ثابتی برای هم دیگه پکت میفرستن. اگر هیچ حرفی ندارن، هیچ مسیجی ندارن برای هم بفرستن، فقط اون هدر رو میفرستن که توش اکنالج هست.
و اگر یه چیزی رو قبلا اکنالج کردن اصلا مهم نیست، باز دوباره اکنالجش میکنن. یعنی تو سر هر فرستادن هر مسیج، آخرین مسیجی که از اون طرف گرفتن و شمارهشون حتما میذارن اونجا و حتما همه مثلا 32 تا یا 64 تا یا 16 هرچی یه تعدادی که برای پروتکلشون به درد میخوره یا میک سنس میکنه رو میذارن قبلش و بیتاشو میفرستن. اوور اکنالج کردن خیلی کار مهمیه، پکت های نسبتا زیاد فرستادن کار مهمیه. هر وقت که دیتا داشتیم پکت نباید بفرستیم تو UDP. معمولا تو بازی ریل تایم این خوب کار میکنه که ما پکت بفرستیم سر یه زمان مشخص، مثل 1/30 ثانیه، 1/60 ثانیه، 1/10 ثانیه، هر چی که باز برای گیم لازمه. یه کاری، یه تکنیک خوبی که هست اینه که سیکونس نامبر مسیجامون رو ریوز نکنیم، حتی اگه میخوایم دیتا رو دوباره بفرستیم این کار رو تو لای اپلیکیشن انجام بدیم، تو لای نتورکمون یه سیکونس نامبر جدید به اون اساین کنیم و بفرستیم، که حالا اینو در عمل تو ایمپلمنتیشن خیلی به درد میخوره و معلوم میشه که فایدهش چیه. توضیح دادنش الان برای من یه ذره سخته بدونم اینکه بخوام یه وارد یه توضیح یه ساعته بشم. فرگمنتیشن روی اسمبلی احتمالاً مهمه. اگر که دیتای بزرگی باید بفرستیم، فرگمنتیشن یعنی که من یه پکت، یه دیتای بزرگی، مسیج بزرگی رو تقسیم می‌کنم به چندین تا پکت. دقت کنید که تو لایه پایینی اینا سیکونس نمبر جداگانه می‌خوان، یعنی فرگمنتیشن توی لایه بالاتر اتفاق می‌افته. و اون طرف مقابل طرف مقابلم هم ریاسمبل می‌کنه اینا رو، این فرگمنت ها رو ریاسمبل می‌کنه و یه چیز بزرگ درست می‌کنه و میده به لایه بالاتر خودش. تو لایه پایین نه فرگمنتیشن داریم نه هیچی. تو لایه پایین مسیجای با طول کمو می‌گیریم، هر کدوم یه سیکونس نمبر می‌زنیم، همه اکنالجایی که می‌خوایم بهش اضافه کنیم هم اضافه می‌کنیم و می‌فرستیم اون طرف. و اون طرف هم داره هم و این کارو در یه با سرعت تقریبا ثابتی انجام میدیم. ممکنه بعضی وقتا لازم باشه یه دفعه مثلا 3-4 تا پکت بفرستیم که اگه مجبوریم خب باید این کارو بکنیم، ولی بهتره نکنیم، بهتره با این نرخ ثابتی یه دونه پکت پکت یه مسیج بفرستیم. انکریپشن خیلی مسئله مهمیه تو گیممون، که حالا در مورد لول اپ فرای حرف میزنم اونم که احتمالاً حالا تو لول اپ خیلی مهم نیست، ولی در دنیای واقعی هیچ گریزی ازش نیست از انکریپشن. معمولا کاری که تو انکریپشن میکنیم اینه که انکریپشن بد نیست که تو لایه، اگه میتونیم بد نیست تو لایه پایین انجام بدیم. کاری که میکنیم اینه که یه کی پیر معمولا استابلیش میکنیم برای دو طرفمون، یه پابلیک کی دارن یه پرایوت کی، پابلیک کی هاشون رو هم ردادن میکنن یا یه ترد پارتی که اینا بهش اعتماد دارن ترد پابلیک کی اینا رو به هم دیگه میده. با استفاده از اون پابلیک کی، با استفاده از کی پیر خودمون، پرایوت کی و پابلیک کی خودمون و پابلیک کی طرف مقابلمون، یه دونه سشن کی استبلیش می‌کنیم که برای اینا معمولا پروتکل ها و روش‌های کاملا استانداردی تو کریپتوگرافی هست که خیلی خوب از همون استفاده کنیم، حتی لایبرری‌هاش هم هست خیلی خوب استفاده کنیم از اینا. یه سشن کی استبلیش می‌کنیم که اگر می‌تونید در مورد کریپتوگرافی اطلاع دارید، معمولا اون سشن کی برای سیمتریک سایفر، برای سایفر معمولی. و کاری که معمولا میکنیم اینه که توی مود کانتر مانند تو سی تی آر، توی مود سی تی آر مانند، هر مسیج رو جداگانه با یه آی وی جدید، با یه اینیشیالایزیشن وکتور جدید انکریپت میکنیم. یا تو مود کانتریم که کانترش رو برای هر مسیج جدید انتخاب میکنیم که میتونه مثلا کانتر سیکونس نامبرش باشه مثلا، و انکریپتش میکنیم و میفرستیم. یعنی مسیج ها به هم دیگه نباید ربط داشته باشن، چون مسیج ها ممکن لاست بشن اون وسط، یعنی نباید استریم انکریپت شده در نظر بگیریم. از مدای سایفر فیدبک و چینینگ و اینا نباید استفاده کنیم، چون اگه یه مسیج اون وسط لاست بشه کل سیکونس دیتا انکریپت شده اون از اون بعد دیگه به درد نمیخوره. برای همین هر مسیج جداگانه باید انکریپت کنیم. برای اینکه جداگانه انکریپتش کنیم اصلا نباید از مود الکترونیک کد بوک ECB استفاده کنیم، اصلا کلا تو هیچ اپلیکیشنی وجود نداره که از مود ECB بخوایم استفاده کنیم توش. اینا رو برای کسایی میگم که در مورد کریپتوگرافی اطلاع دارن. اگر اطلاع ندارید بهتره که خب یه مقاله ای پیپر چیزی پیدا کنید در مورد اینکه گیمو چجوری انکریپت کنیم، فقط همین، یعنی اون بک‌گراندش رو لازم نیست بخونید. ولی به هر حال اگه اطلاع دارید از ECB استفاده نکنید، یا از کانتر مود استفاده کنید، یا از این مودی که آی وی داره و آی وی رو پر پکیج جنریت کنید و اول هر پکیج بذارید آی وی تون. اوورهدی داره ولی خوب داشته باشه اگه می‌خواید انکریپشن انجام بدید. خلاصه چیزایی که باید در نظر بگیریم توی پروتکل همیناست. مسائل خیلی زیاده، مطلب خیلی زیاده. خب اینا اون چیزایی بود که شاید مهم‌تر، شاید بعداً باز ویدیوهای دیگه‌ای تولید کنم.